یه نفر از شعرای عرب در عراق سه تا شعر خوبی دارد. من آن شعر را در اینجا نوشتم. خب بد نیست که آن شعر را ما بخونیم ببینیم این شاعر دلسوز چه میگه. این شاعر البته از شعرای نجف، بسیار شاعر به اصطلاح باهوش و آگاه، آقای رصافی، معروف رصافی. بیتی هستند در نجف رصافی ها، حالا همشون آدم خوب بگن چه ارز کنن. این مرد مرد خوبیه، بگن یقولون فی الاسلام ظلمن به انهو یسد و بنیهی ان سبیل تقدمی. دروغ به اسلام میبندن که اسلام با پیشرفت مخالفه. یقولون یعنی علمانی ها، یعنی کسانی که در حقیقت سوسیالیستن، آنهایی که خارج از دینن. یقولون فی الاسلام ظلمن به انهو یسد و بنیهی، فرزندان خود را جلو میگیرد ان سبیل تقدم پیش رفت. فا این کان ازا حقا فکیف تقدمت اوائله فی عصره المتقدمی. اگر واقعا اسلام مانع از پیش رفته، و چرا در قرنهای قبلی مانع از پیش رفت نشد؟ 17 نفر با سواد کجا؟ حافظان قرآن کجا؟ 11 نفر با سواد کجا؟ صاحب این همه آثار در قرنهای بعدی کجا؟ هیچ ملتی به اندازه ملت اسلام آثار ندارد. هیچ ملت، نه از یونان و نه از چین و نه از جاهای دیگر، تمام تمدنها و هزارها آثارشون از بین رفته، اما بسیاری از آثار اسلام هست. تنها در کتابخانه مرحوم سید مرتضی 81,000 جلد کتاب بود، تنها یه نفر. در بیت الحکمه کتاب های بیشتر. بعد می فهمد و این کان ذنب المسلم اليوم جهله، اگر مسلمان امروز با ثواب نیست، فماذا علی الاسلام من جهل مسلم، گناه مسلمان را بر اسلام نگذار. اسلام دین تقدم، دین علم، دین دانش، البته علم و دانشی که با کرامت انسان قابلا تطبیق کنه. این یه مطلب. مطلب دومی که هست، صحیح بخاری هنگامی که بعثت پیغمبر اکرم را نقل می کند، میگد جبرئیل آمد این آیه ها را در مقابل چشم پیغمبر اکرم نصب کرد، گفت اقرا. پیغمبر فرمود ما انا بقارئ، فشار داد تا جایی که روح پیغمبر اکرم نزدیک بود که از بدن بره بیرون، گفت اقرا، گفت ما انا بقارئ. مرتبه سوم فشار داد، باز فشار محکم، یک مرتبه پیغمبر اکرم خام اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. در این روایت نقاط اشکال فراوانه. اولا چرا پیغمبر اکرم را فشار میدهد؟ فشار دادن بدنی مگر سبب میشود که پرده ها از جلو چشم پیغمبر برود بالا؟ فشار دادن یعنی چی؟ اولا سند روایت به خود پیغمبر اکرم نمی رسد، و اگر هم برسد از کسی رسیده که در زمان بعثت نبوده. شما نگاه کنید، غالبا سندش به پیغمبر نمی رسد، و اگر برسد اون فردی که ناقل این روایته هرگز در محضر پیغمبر در غار منا نبوده، در غار حرا نبوده.
علی در غار حرا بوده و علی چنین نمیگه. امیر مؤمنان شرح میدهد، میفرماید پیغمبر اکرم به من گفت علی انت تسمع ما اسمع، حتی در بعضی از روایات دارد و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. معلوم میشود علی صدای جبرئیل را میشنود، حتی طبق این روایت که ابن ابی الحدید میگد جبرئیل را میبیند اما پیامبر نیست. ندارد که جبرئیل آمد پیغمبر را فشار داد، فرمود ما انا بقارئین، دو مرتبه فشار داد گفت ما انا بقارئین، سه مرتبه فشار داد پیغمبر شروع کرد بخواندن. نکته دیگری که اینجا هست، قرآن میفرماید یا رسول الله ما کنت تتلو، بخونه پشترش، ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک ازن لرتا بل مبتلو. یا رسول الله تو هرگز قبلا کتابی را نمی خوندی و چیزی نمی نوشتی، اما چرا اگر یک روز در یک مکتب حاضر می شدی، یه روز پیش یه ملای یهودی خط می نوشتی، می گفتن نه نه این قرآن حاصل تحصیلات پیغمبره، برای اینکه خداوند منان دهان دشمنان را ببندد تا مبعث پیغمبر اکرم قادر بر نوشتن و خواندن نبود. ولی این قادر نبودن عیب نیست، این کماله. چرا؟ زیرا ولو از طریق خواندن و نوشتن به حقایق راه نداشت، اما از راه دیگر حقایق را درک میکرد. این بنده با جناب عالی هستیم که اگر بخواهیم حقیقتی را درک کنیم باید از طریق خواندن و نوشتن، او نه، او از طریق دیگر اتصال با عالم بالا همه چیز را میتونست درک کند، نیازی به خواندن و نوشتن نبود. برای اینکه دهن دشمن ببندد تا اون روز این نعمت را از او گرفته، چرا؟ جایگزین کرده نعمت دیگر را. و کان فضل الله علیک عظیما و علمک ما لم تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، این نعمت را گرفته نعمت دیگری را داده، از اون طریق درک کند. چرا؟ تا دشمن نتوند پیغمبر را متهم کند. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. اما هنگام مبعث پیغمبر اکرم قادر بر خواندن شد، خواندن همین وحی همین مقدار. پرده از جلو چشم پیغمبر اکرم رفت، قادر بر خواندن این صحف برزخیه یا صحف از کرم علوی همین، اما قادر بر نوشتن دیگر نامه ها نه، این ثابت نیست. تمام اینها سلب این نعمت برای پیشرفت اسلامه. اگر این نعمت را گرفته خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت دری دیگری، سینه باز کرد آدم چه شد؟ و علم آدم الاسماء کلها. اگر پیغمبر اکرم اینن مانند آدم به حقایق آدم آشنا باشد، چه نیازی دارد به خط نوشتن و نامه نوشتن؟ آدم بر تمام حقایق آگاهه. و علم آدم الاسماء کلها به معنای مسمیات. آدم اگر آگاهه پیغمبر اکرمم آگاه باشد، ولو خط ننویسد، ولو خطی را نکنه. اون که ما میتوانیم همین این دل بعثه پرده ها رفت، قدرت بر خوندن این صحف آسمانی کرد. ولذا در
قراردادی که بین قریش و پیغمبر اکرم در حدیبیه بست قرارداد را نوشتن، در آنجا اصرار کردند که نام رسول الله نباشد. امیر المؤمنان کاتبه، پیغمبر فرمود رسول الله را پاک کنید. علی عرض کرد یا رسول الله من چنین جسارتی نمیتونم بکنم. فرمود نشون بده من با انگشتم پاک کنم. پیغمبر خدای نکرده خلاف نمیگه، ظاهر سازی نمیکنه، واقعش اینه. تمام اینها کمالست برای پیغمبر، خط ننوشتن و کتاب نیاموختن مرحله بنده عاجزه. اما آدم ابوالبشر و پیغمبر خاتم از طرق دیگر تمام عوالم و معارف را بداند، انکار عیب نیست. فردا انشاءالله میرسیم به بقیه آیات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.